هدست HTC Vive وسیله‌ای برای ورود به دنیای مجازی است. هدستی که یک بُعد فیزیکی دارد و یک بُعد مجازی. بُعد فیزیکیش همان بدنه قابل دید و لمس کردن است. این بُعد از جنس همین دنیایی است که داریم در آن زندگی می‌کنیم. اما بُعد مجازیش یک موضوع کاملا جدید است و با استفاده از آن دریچه‌ای به دنیای موازی باز می‌شود. حکایت هدست وایو را با هدست مقوایی گوگل یا هدست جدید گوشی LG G5 اشتباه نگیرید. وایو یک مدیوم کاملا جدید است که هم در نوع دریافت تصویر و هم تجربه کاربری تفاوتی در حد شب و روز با هدست‌های قبلی دارد. برای استفاده از وایو باید آن را بر سر گذاشت تا چشمی‌ها روبروی دو چشم قرار بگیرند. چیزی شبیه بر چشم گذاشتن عینک طبی، اما با این تفاوت که هدست جلوی تمام دیدتان را میگیرد تا تنها آنچه قرار است ببینید را ببینید. برای این کار ابتدا باید تعدادی بند کشی را دور سرتان محکم کنید تا هدست روی سر قرار بگیرد. متاسفانه وزن هدست در همه قسمت‌ها به صورت برابر توزیع نشده و بخش زیادی از وزن آن در قسمت جلوی آن جمع شده است. به همین دلیل وقتی هدست را بر سر دارید همواره حس میکنید که کمی به جلو متمایل شده اید. در جلوی هدست یک دوربین دیجیتالی داریم که در نقش چشم شما در دنیای واقعی ایفای نقش میکند. هنگام استفاده از هدست هیچ دیدی نسبت به محیط اطراف ندارید و برای چک کردن محیط پیرامونی مجبور هستید هدست را از روی سرتان بردارید. اما به جای این کار میتوانید از دید دوربین جلو استفاده کنید تا تصاویر محیط بیرونی روی چشمی‌های داخلی هدست به نمایش درآید. وقتی به دنیای جدید وایو وارد شدی، تنها یک ناظر صرف نیستید و قادرید با محیط پیرامون تعامل داشته باشید. شما میتوانید در محیط راه بروید، سرتان را بچرخانید، ببینید و حتی حس کنید. میپرسید این آخری چطور امکان پذیر است؟ خب، وایو یک جفت کنترل کننده دارد که جای خالی دست‌هایتان را در دنیای مجازی پر می‌کنند. هر کنترل کننده را باید با یک دست بگیرید و در محیط بازی به گشت و گذار بپردازید. درون بازی هر زمان که نیاز پیدا کردید چیزی را با دستانتان بردارید یا جابجا کنید، باید از همین دست‌های مجازی استفاده کنید. اما هدست و مجموعه وابسته به آن از کجا متوجه می‌شوند شما چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ خط دیدتان در کدام راستاست؟ و دست‌هایتان دقیقاً چه حرکتی انجام می‌دهند؟ این کار به وسیله دو عدد حسگر لیزری انجام می‌شود. در راه‌اندازی هدست وایو که البته کار سختی است، باید این حسگرها را در دو گوشه اتاق قرار دهید و در جای خود ثابت کنید. از این به بعد هنگامی که حرکت می‌کنید، گام برمی‌دارید، سرتان را به سمت خاصی می‌چرخانید یا دستانتان را تکان می‌دهید، این دو حسگر دائماً شما را زیر نظر دارند و در حال تعقیب کردن اعمال شما هستند. چرا که باید این اعمال را نظیر به نظیر به کامپیوتر انتقال دهند تا پس از پردازش نتیجهش را از طریق تصویر هدستی که بر چشم دارید ببینید. اشتباه نکنید، حسگرها آنقدر باهوش نیستند که کل بدنتان را اسکن کنند و بتوانند مثل کینکت حرکت در عمق را تشخیص دهند. این حسگرها تنها قادر به تفسیر مکان دو دسته کنترلی که در دست گرفته اید و هدستی که بر سر دارید هستند. سنسورها با تعقیب هدست به موقعیت دقیق سر می رسند و با ردیابی کنترل کننده ها مکان دست ها را تشخیص می دهند. منتظرید بشنوید که چه اتفاقی برای پاهایتان می افتد و آیا پاها نقشی در وایو دارد یا خیر؟ خب، وایو اصلاً به پاها بها نداده و صلاح ندیده که موقعیت پاها را دنبال کند. یعنی اگر بدون جابجا شدن پایتان را تکان دهید، هدست هیچ درکی از این عمل نخواهد داشت و تنها مبنا را بر موقعیت سر قرار می دهد. اکثر بازی‌هایی که برای وایو طراحی می‌شوند هم از دید اول شخص روایت می‌شوند تا خلأ کنترل پاها به چشم نیاید. کابلی که هدست را به کامپیوتر وصل می‌کند با تمام تلاشی که در راستای مزاحم نبودنش به خرج داده شده، هنوز دست و پاگیر است. یک رشته سیم ضخیم از هدست بیرون می‌آید و 4.5 متر ادامه پیدا می‌کند تا به کامپیوتر برسد. بلند بودن کابل مانع از پیچ خوردن آن به دور پا نمی شود و اگر کمی نسبت به کابل بی دقت باشید به راحتی می تواند باعث زمین خوردن شما شود. بازی هایی که برای وایو طراحی شدن تعریف سرگرمی را به هم خواهند ریخت. اگر تا به حال
فکر میکردین واقعیت مجازی حالا باید چکشکاری شود تا به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کند، باید بدانید که سخت در اشتباهید. بازی های وایو به طور کلی چیز دیگری هستند و طوری درون دنیای آنها غرق میشوید که تشخیص دادن دنیای حقیقی از مجازی برایتان سخت میشود. زمانی که یک بازی را به صورت واقعیت مجازی انجام دهید، دیگر دلتان نمیخواهد دوباره به دنیای واقعی برگردید. وایو به قدری حرکات شما را خوب انتقال میدهد که خود را بخشی از آن دنیایی که درون آن قرار گرفته اید میبینید. اما برای روی هم گذاشتن آجرهای این دنیای مجازی و سر و شکل دادن به محیط آن، به یک کامپیوتر خیلی قوی نیاز دارید. چنین کامپیوتری به یک کارت گرافیکی قوی و یک پردازنده قدرتمند نیاز دارد و سر هم کردنش کلی خرج روی دستتان خواهد گذاشت. تصویری که درون هدست می‌بینی در صحنه‌های اکشن و متحرک مشکلی ندارد و کاملاً می‌توان با آن ارتباط برقرار کرد. اما در آن قسمت‌هایی که باید یک تصویر ثابت را مشاهده کنید یا درون منوها بچرخید، با کمی دقت می‌توانید پیکسل‌های تصویر را به چشم ببینید. نرخ بروزرسانی تصویر هم گاهی افت می‌کند و باعث می‌شود تصویر کمی از روانی مطلوب فاصله بگیرد. وایو تکنولوژی پخته‌ای دارد، اما در حال حاضر به دلیل نبود نرم افزارهای کافی آنچنان کارآمد نیست. از طرفی خود هدست و کامپیوتری که برای شروع به کار به آن نیاز دارید، هزینه سرسام‌آوری را به مصرف کننده تحمیل خواهد کرد. ولی اگر دل به دریا زدید و چنین هزینه‌ای کردید، باید خود را برای سرگرمی موقتی امروز و لذت پایداری که در آینده نزدیک به انتظارش نشسته اید، آماده کنید.